دکتر کینگ برنتلی امدادگر 33 ساله آمریکایی است که در لیبریای آفریقا به یاری بیماران مبتلا به ویروس ابولا شتافت، اما خود به ویروس آلوده شد. او پس از 3 هفته و پس از درمان با دارو و سرم موسوم به زیمپ، امروز به همراه همکار دیگرش از بیمارستانی در آتلانتا مرخص شد. امروز روز معجزه‌آسایی است. از اینکه زنده ام هیجان زده ام. ماه مارس وقتی که فهمیدیم ویروس ابولا از گینه به لیبریا گسترش یافته است، برای بدترین سناریوی ممکن آماده شدیم. از اولین بیمار مبتلا به ابولا تا ماه ژوئن خبری نبود، اما وقتی که رسید همه آماده بودیم. روز چهارشنبه 23 ژوئیه وقتی از خواب بلند شدم، احساس کسالت داشتم و به دنبالش زندگی من چرخشی غیر منتظره داشت. من به ویروس ابولا مبتلا شده بودم. دارو و سرم زیمپ که توسط یک شرکت داروسازی در کالیفرنیا تولید می شود، هنوز به درستی بر روی انسان ها آزمایش نشده است و ابولا واکسن و درمانی قطعی ندارد.